نگفت ان یقتلو. یقتل یعنی چی؟ ها، یک ان یقتلو زجر کش بشوند، نه کشته بشوند. آیه اینه. علمای بزرگوار ما هم که اهل تفسیرن ما را نصیحت کنند اگه خلاف ترجمه میکنیم. ان یقتلو زجر کش بشوند، او یسلبو به دار آویخته بشوند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. بشنوید، یه دونه این اجرا بشه ما دیگه نوبت بعدی ها که به پیاز خوابانده شده اونا غلط میکنن بیان به میدان، چون این باید علنی باشه، در نقطه جنایت باید اعدام بشن یا مجازات بشن، درسته؟ بله. خب بعد میگه با بدوضعی قطع بشود، بریده بشود دست را، دست راستشون با پای چپشون، خیلی حرفا، یه دست راست بریده بشود چهار انگوش و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود، اینطوری رها بشه در اجتماع. او یونفو من الارض و نفی بلد، تبعید بشود، نه که به شیراز بفرستن که آب هوای خوبی هم داره، بفرستن در وسط دریا، یه کشتی قرازم گیر میاد بالاخره، اونجا زندگی کنه تا بمیره. این میگه نفی بلد. نفی بلد. بعدم من از دوستانی که واقعا چی بگم، خدا اینهای رئیسی رو برای ما نگه دارد، من اینو خوش ندارم، یعنی درست نمیدانم ما بگیم یه عده جوانن احساساتی شدن پس مرخصید. نه، اینا اگر احساساتی شدن چرا به نفع شهدا، به نفع نظام احساساتی نشدن؟ احساسات همینا رو که نصیحت میکردی ما رو میکشتن همین در پری روزها. اینا اینا احساسات نداریم، حکم الله را بدون تعارف. من خیلی ادامه ندم، گفت من خلاف، چپ و راست باید دستشان پایشان بریده بشود.